میگن طرف تو 4 سال لیسانس میگیره، تو چطور بعد این همه سال وقت گذاشتن و زبان خوندن هنوز نمیتونی انگلیسی صحبت کنی؟ بیا بهت 10 تا کار غلطی که داری انجام میدی و 10 تا باور غلط زبان آموزا رو بهت بگم، بفهمی تو الان چرا نمیتونی انگلیسی صحبت کنی. خیلی آسون تر از چیزیه که فکر میکنی. اوکی بریم کامل همه رازها رو بهت بگم. امروز میخوام توربولوژی برملا کنم. بیا اینجا. مورد اولی که خیلی ها درگیرشن چند منبع بودنه. دوست عزیز، چند منبع بودن اولین مانع توه. یعنی چی؟ یعنی میاد برنامه‌ریزی کنه. ما ایرانی جماعت هم که پرفکشنیست. با ببین، من یه روز فلان مکالمه رو پکیج خریدم برم ببینم، یه درسم از اون کتاب 504م که باید بزنم تنگش، 504 خیلی مهمه، حالا 1100 هم بزن. ول کن، مگه کلی فلش و کتاب و فولدر و جزوه تو کتابخونه و کامپیوترت نداری؟ همه رو خوندی؟ تموم شده؟ قانع باش به 1 الی 2 منبع. آخرش هم آخر ویدیو بعد اینکه 10 تا باور غلط رو بهت گفتم بهت میگم که کجا چی بخونی. اون 2 تا منبع قانع باش به اون، همونو بخون، تموم کرده برو منبعای دیگه. It's never too late. Okay. هیچ وقت دیر نیست برای شروع. آقا منبع‌های زیاد رو حذف کن، بریک داون کن، 1 الی 2 تا از منبع‌های فیوریتت رو انتخاب کن، همونو بخون، تموم کردی برو منبع‌های بعدی، هر چیزی هم که دلت میخواد بخون، فقط انگلیسی باشه. مورد دوم که خیلی بهش برمیخورید، از نسلای قدیمم مونده باورش و الان جنزی هم همین فکر رو میکنه، اینه که بابا زبان که فراره، من هر چقدر بخونم یادم. کی میگه زبان فرار؟ این هم که یاد گرفتن، چه یاد گرفتن؟ تو چرا نمیتونی یاد بگیری؟ زبان فرار نیست. اگه فراره، خب هر چیزی رو بعد یه مدتی نخونی یادت میره یا کم رنگ میشه، فید اوی میشه. این دلیل نمیشه تو شروع نکنی. دلیل نمیشه به خاطر ترس از فرار بودن زبان تو نخونی کلا. اوکی. پس مورد دوم، میگن زبان فرار است. منم دیگه نمیتونم بخونم. دور کلمه فرار اصلا ببین، فراموشش کن. روش تدریس درست باشه، استاد خوب داشته باشی، درست آموزش ببینی، اوکی بعد چند سال ممکنه کم رنگ بشه، ولی یه ریویو کامل همه رو زنده میکنه، یا درصد کمتری یادت میره. اگه فرارم هست این شکلی فراره، نه اینکه تو کلن پرونده زبانو ببندی. مورد بعدی، بابا بدون پارتنر داشتم مگه میشه؟ نمیتونم، باید معلم بالا سرم باشه، من باید پارتنر داشته باشم. تنهایی بخوام برنامه‌ریزی کنم که نمیشه. آخه کیو دیدی تنهایی زبان خونده؟ اتفاقا اونایی که رو خودشون سرمایه گذاری میکنن و روش درست رو پیش میگیرن. ببین، خوبه آدم پارتنر و معلم خوب داشته باشه، ولی نداشته باشی هم هیچ چی. من خودم خیلی از زبانم و تنهایی با موسیقی، حالا جلوتر بهتون میگم، آهنگ و فیلم و سریال خودم صدای خودم رو ضبط میکردم، یاد گرفتم. پارتنر داشتن خیلی مهمه، ولی اگه نبود ول کن، گیر نده به خودت. نیاز نداری 100% پارتنر زبان داشته باشی، خودت بهترین پارتنر خودتی، خودت بهترین منبع خودتی. پس پارتنر زبانی مهمه، ولی اونقدر نه. بهت آخر ویدیو میگم که چیکار کنی پارتنر جبران شه. باور چهارم که اینجا نوشتم، ببین زبان یاد گرفتن واسه من نیست. آخه من میفهمم و استعداد ندارم، بابا نمیتونم صحبت کنم. میفهمم چی میگه، 80-90% فیلم ها و حرفای همه رو من میفهمم، ولی چی؟ نمیتونم حرف بزنم، ولش کردم، ادامه شما نمیخوام، انگیزه ندارم. بابا من گذشته از ما دیگه. بچه ها، تالا به این فکر کردی که چرا میفهمی و نمیتونی صحبت کنی؟ ببین جمله شو مینویسم اینجا، من میفهمم خداوندلو، ولی نمیتونم صحبت کنم. مشکل این جمله چیه؟ بچه ها، اول اینکه اگه شما میفهمید دمتون گرم، یه قدم جلوید، این شکلی نگاش کنید که من میفهمم، اوکی از همه یه قدم جلو هم. فهمیدنم اندازه سپیکینگ مهمه، لیسنینگ اندازه سپیکینگ خیلی مهمه، خیلی مهمه. دمت گرم، تو یه قدم جلو هستی. ولی واسه اینکه میفهمی ولی نمیتونی صحبت کنی، فاکتورهایی اینجا هستش. کم کم همه رو باید بگم. ببین، به تو یاد ندادن از اون چیزی که میدونی استفاده کنی. این استفاده کردن لزوما قرار نیست تو کلاس بری، پول بدی، هزینه کنی، حتما باید رو در رو، اصلا حضوری آنلاین که نمیشه. نه، این یعنی اعتماد به نفس اینو داشته باشی که استفاده کنی حتی غلط.
خب این ریشه ایه، نمیتونم بگم اینه. روش تدریس درست هست، باور غلطی که تو جامعه افتاده که اگه توجه کنید انگلیسی صحبت کردن با یه خارجی خیلی آسون تر از خارجی انگلیسی زبان توی کشور انگلیسی زبان خیلی آسون تر از انگلیسی صحبت کردن با یه ایرانی که انگلیسیش خوبه، چون ما ایرانی ها متاسفانه یه تمی داریم که دوست داریم حمله کنیم، یکی رو تصحیح کنیم، بگیم من بیشتر میدونم، و با این نابود کردیم مقداری از جامعه زبان آموزا رو که طرف اعتماد به نفس نداره خودش رو اکسپرس کنه، خودش رو توضیح بده. وای غلط میگم، بقیه چی میگن به من اگه من غلط بگم؟ یه قدم جلوید اگه میفهمید ولی نمیتونید صحبت کنید. جلوتر راهکارهای چطور انگلیسی صحبت کردن حالا بهتون میگم، این مورد چهار زیاد نمونیم، خیلی کار داریم. ولی چیزی که هست اینه که از چیزایی که بلد ول کن یه ذره آپدیت کردن خودتو، همون چیزی که بلدی رو بیار به زبون، خودتو مجبور کن، به قول معروف میگن بچپون، اینترجکت کن هر چیزی که بلدی رو تو صحبتت. مثلا روزمره داری به خودت تمرین میکنی، بگو اوکی نترس، فوقش چی میخواد بشه؟ یه دیکشنری میخواد بری چک کنی دیگه. اما بریم مورد پنجم که من فکر میکنم نمیتونم بگم که مورد یک خیلی مهمه، مورد دو خیلی مهمه، مورد سه خیلی مهمه، همش مهمه. یک سریال و یک آهنگ، این دو منبع بسیار مهمن. حتی اگر توجه کنید کسایی که خودشون بدون اینکه کلاس زبان برن و یک چارچوبی تو مغزشون واسه زبان قرار بگیره، خیلی خوشگل تر از اونهایی که، نمیگم اینا بدن اونا خوبن یا برعکس، ولی کلا اکثرا این شکلی طرف شروع میکنه به صحبت، یه حس نیتیو بودن، نچرال بودن ازش میگیری، میگی با سریال من خیلی میبینم، واسه من هزار بار پیش اومده، آهنگ خیلی گوش میکنم، خلاصه خودمو گذاشتم تو محیط انگلیسی. ما فرصت اینو نداریم که همش بریم کجا پاشیم بریم کشور انگلیسی زبان و حالا تست کنیم انگلیسیمونو یاد بگیریم تو موقعیت خودمون، نه، باید انگلیسی رو بیاریم. و چه منبعی ارزونتر، رایگانتر ازن و جذابتر از فیلم دیدن؟ مهم نیست ژانرشیه، مهم نیست با چه زیرنویسه میبینی، ویلک بزنیم فارسی ببین، مهم اینه که ببینی، مهم نیست یه فیلمو چند بار میبینی، چند صد تا سریال ببین، چند صد تا قسمت ببین اگه حوصلت سر میره. کلا هر چیزی که علاقه داشته باشی به انجام دادنش و دیدنش اصلا سختت نیست. اونقدر فکر نکن که وای من چی ببینم. حالا من پیشنهاد سریالیمو مینویسم توی کپشن، ولی بزنیم فارسی ببین، هیچ اشکالی نداره، چند بار ندیدی نبین، چند تا فیلم، چند تا سریال ببین، هر ژانری دوست داری ببین، هر آهنگ، هر خواننده دوست داری، فقط گوش کن. روزی یه قسمت، روزی 20 دقیقه، نیم ساعت یه ذره انگلیسی بذار گوشت عادت کنه. حتی اگه متوجه نمیشی این گوش عادت میکنه. بسیار مهمه. انگلیسی صفر تا صد رو من نمیدونم چطور باید یاد بگیرم. برادر من، خواهر من، زبان انگلیسی صفر تا صد ندارد. صفر نداره، چون آلردی میتونم کلی کلمه بگم که تو بلدی، هیچ قصدی هم نداشتی شروع کنی، هیچ قصدی هم اصلا کلاس زبان بلدی. چرا بلدی؟ ببین تو لامپ، مایکروفون، پن، فون، لپتاپ، آیپد، نمیدونم کیو آر کد، هزار تا چیز، این نشون میده تو صفر نیستی، مبتدی، که اشکال نداره، داری یاد میگیری. صد هم نداره، چون خب اینش واضحه دیگه، آدم هیچ وقت به قول معروف همیشه جای واسه یادگیری هست، چیز میز واسه یادگیری هست. So I'm not gonna stay on that. پارتنر رو نوشتم مورد بعدی، اینو توضیح دادم بچه‌ها، بدونین که نیاز به پارتنر داشته باشی، یا نیاز خوبه، ولی اگه نداری نذار جلوتو بگیره. من این ویدیو رو که دارم میگیرم دو سه ماه مونده تا عید 1403، نمیدونم تو کی میبینیش، ولی تو این سه ماه میتونه یه ببین تا سال بعد، تا تولدت وای نستا که یه سال بزرگ شی، این سه ماه میتونه اونقدر تو رو بزرگ کنه از نظر شخصیتی و علمی و سوادی که سه سال نکنه. تو این سه ماه، تو این اصلا تو 1403 یه هدف بذار، زبان انگلیسی یاد بگیر، جوری اعتماد به نفست میره بالا، جوری استعدادی که میتونی بهش تکیه کنی و به آینده شغلت هم تاثیر داره که نگم. مورد بعدی که نوشتم از سن من گذشت. بابا من سن مهمه، خیلی هم مهمه، ولی اینکه از سن من گذشت، من دیگه ببین سن فاکتور مهمیه، ولی اینکه نذاره تو انگلیسی بخونی بهت داره ظلم میکنه. اصلا ما
توی توربو زبان آموز 7 الی 70 ساله داریم و حتی بیشتر و دارن یاد میگیرن. اینو نمیگم که شو آف توربو رو کنم چون نیاز به معرفی نداره، ولی چیزی که هست اینه که امیدتون رو از دست ندید. هر سنی اگر درست شروع کنید و این باورهای غلط جامعه رو بزنید کنار، قشنگه و شروع کردنش خیلی هم خوبه. آقا سخت‌تر میشه، اوکی، هر چی سن آدم بره بالا یادگیریش ممکنه، اونی که من بخوام 3 بار تکرار کنم ممکنه یکی از من بزرگتر باشه 4 بار بخواد تکرار کنه، ولی دلیل نمیشه تو دست بکشی. اوکی، این از این. مورد بعدی که من اینجا نوشتم خیلی مهمه، دوباره دارم میگم ایرانی جماعت ما هستیم، ما خودمون رو میشناسیم، جنسمون پرفکشنیسته، ما میگیم همه چی باید خوب باشه، در صورتی که تو زبان انگلیسی چرا داری یاد میگیری؟ مگه نمیخوای گلیمتو عذاب بکشی بیرون؟ تو نیازی نداری استاد زبان بشی، تو فقط در حد مکالمه خودت زبانتو بخون. آخه این کارا چیه؟ نه من باید بشینم بخونم بذارم پشتش، من باید برم، باید تو ادوانس برم، ویل کن، واسه چیته؟ در حد عشقت، در حد اینکه کارت را بیفت، در حد اعتماد به نفس، زور نکن واسه خودت. اگه زور کنی عمرن متوسط که هیچ، عمرن ادوانس برسی. اوکی، تو نیاز نداری استاد زبان بشی. اونایی که میخوان معلم زبان بشن، اوکی، هی فرق میکنه، با اونا دارم صحبت نمیکنم، I'm not talking to you guys. اوکی، but here's the thing, you don't have to be a teacher, you don't have to be as good as a teacher, right? You hear me? You don't have to be perfect. Everybody has flaws. And when it comes to English, you don't necessarily have to learn everything because there's no way you can learn everything. اصلا نمیشه everything رو یاد گرفت. در حد خودت یاد بگیر. آروم باش. نیازی نیست به خودت فشار بیاری. روزی 6 تا درس بخونی. ول کن. منطقی با زبان انگلیسی برخورد کن. و موردهای آخری که نوشتم، سرعت، ببینی خیلی مهمه. سرعت بالا. بچه ها چرا میگم روش توربو اینه که ما سرعت بالا، یعنی سرعت عادی، سرعت عادی اونا سرعت بالاییه واسه ما ایرانی ها. مثلا How are you doing رو میگیم How are you doing right؟ و اعتقادمونه که دو سه بار سه چهار بار تو توربولوژی میگیم که How are you doing رو یاد بگیری بهتر از اینه که یک بار تکرار کن بعد من How are you doing. قشنگه، خوب آدم یاد بگیره مرحلش. ببین ایتس جالب میخوندم، میگفت اوکی سلیقه من نیست تند یاد گرفتن و من سبک یادگیریم اینه که آروم یاد میگیرم و خب منطقیه، ولی اشتباهه و یه سری چیزا سلیقه آدم دخیل نیست. راه درستیه که مهمه، راه درست که واسه همه جواب داده مهمه، ما باید پیشش بگیریم. آقا سرعت بالا یاد گرفتن توی انگلیسی جوابه، در واقع سرعت عادی دیگه، واسه ما سرعت بالا جا افتاده. سرعت عادی باید یاد بگیری، عین خودشون باید یاد بگیری. دو تا چیز رو عین خودشون یاد بگیری که اگه یکی گفت بشنوی بفهمی چیه و خودت هم بتونی عین اون بگی. خیلی بهتره که 30 تا چیز یاد بگیری، ولی اگه یکی گفت بگی خانم زبان ما، آقا معلم ما اینجوری نگفته که، تو نباید اینجوری بگی. اینه، اگر روش تدریس توربو اندازه یا سرعت خودشونه، don't you even worry we got you have to learn as fast as they speak right. And they speak this way, so you have to keep up with them. و مورد آخر، مهمترین چیز، بعد برم بهتون برنامه زبان خوندن میخوام آخر این ویدیو بهتون بدم. ببین اعتماد به نفس ندارم صحبت کنم. فاکتور اعتماد به نفس چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ ما آدم ها ما زبان میخونیم که اعتماد به نفس داشته باشیم، که بریم کار پیدا کنیم، که حس خوبی داشته باشیم، که بریم درسش بدیم، که اوکی okay, so a lot of things right. ولی اینکه اعتماد به نفس نداریم صحبت کنیم دلیل نمیشه که آدم بی اعتماد به نفسی باشیم. بچه ها نگاه کنید، یه واقعیت محض دیگه. باید ببین ترس از میدونم بد جا افتاده سختته، ولی good things take time, they take energy, they take money, they take love, they take patience. صبر میخواد. چیزهای خوب داشتن، موفقیت‌های این شکلی داشتن، زبان انگلیسی رو بلاغه ببین و یاد بگیری دیگه. حالا بالا بری پایین بیای، یاد نگیری ضعفته. قبول کن اینو. اعتماد به نفس صحبت میدونم که سختته، کرکتت میکنن، عصبت خورد میشه، ازت غلط میگیرن، میره تو مخت و ترجیح میدی نخونی چون زدن تو پر و زقت. ولی باور کن تو مرحله یادگیری باید تصیب بشی. اشکالی نداره اصلا که تو
فکر میکنی که ببین اگه ازم غلط بگیرن چی؟ بگیرن، اونا خودشون کیان. کسی که از تو غلط میگیره نمیدونه که داره چه آسیبی به تو میزنه و it's just I'm like I don't know what to tell him but it's just it's okay. Okay. خودتو تو دل داستان ببر، سعی کن خودتو اکسپرس کنی. اگر بیرون کلاس زبان نمیری مشکل نداره، صدای خودتو ضبط کن. آدم خودشون از صدای خودش بدش میاد، اوکیه. خلاصه چند تا چیزه که دوباره میخونمش، بریم سراغ این که بهتون بگم چی کار کنید که یاد بگیرید. بچه چند منبع خودتون رو نکنید، سریال و فیلم ببینید، زبان فرار نیست. من میتونم حرف میفهمم ولی نمیتونم حرف بزنم، بهتون گفتم. پارتنر نیاز نیست داشته باشید، انگلیسی صرف تا صد نداره، از سن من گذشته از بولشت. نیازی نیست حتی استاد زبان یاد بگیری، عشق کن و یاد بگیر. و من اعتماد به نفس ندارم چون غلط میگیرن ازم، نمیتونم صحبت کنم. اونا کیان که از تو غلط میگیرن؟ مهم نباشه واسط، مهم اینه که تو مرحله یادگیری و تو داری یاد میگیری، بذار غلطشو بگیره به نفع تو. اوکی. نیازی البته اگر که کلاس زبانتو درست و پارتنر زبانتو رو درست انتخاب کنید اینجور مشکلات واسطتون پیش نمیاد، ولی خب ناراحت نباشید و سرعت نچرال یاد بگیرید. اگر پیشنهاد منو میخواید بچه شما میتونید که توربو تاک رو شروع کنید. توربو تاک روزی 20 دقیقه وقت میگیره، از صرف تا صد، از مبتدی تا پیشرفته است. روزی یه توربو تاک ببینید، بعد سریال و فیلم و آهنگی هم که گفتم روزی یه قسمت سریال ببینن که دارم تشویقت میکنم بری خوش بگذرونی، سریال دیدن که خیلی خوبه، روزی یه قسمت هم سریال ببینی. توی دو سه هفته انقدر تغییر میکنی علاقه من میشی، میخوام خودت علاقه من شی. اگر میخوای دو قسمت روزی توربو تاک ببینی، اگر میخوای مثلا سه قسمت سریال ببینی، ولی همون عالیه. یه قسمت توربو تاک 20 دقیقه ازت وقت میگیره، یه دوره مبتدی تا پیشرفته است، 16 ترمه، هر ترم 25 قسمت، هر قسمت هم 20 دقیقه است، هزینه‌اش هم خیلی پایینه و قشنگ مناسبه، قشنگ مناسبه واسه کل 16 ترم مبتدی تا پیشرفته زبان با توربو. میتونید به پیجای اینستاگرامیمون دایرکت بدین یا به واتساپای توربو English Turbo یا فائزه خداوندلو واتساپ بدین، تلگرام بدین، توی سایت English Turbo میتونید تهیه کنید و از همین الان که این ویدیو دیدی شروع کن. در حد خودت لطف میکنی، you will thank me later، بعدن ازم تشکر میکنید. توی توربو تا کامل توضیح دادم که بچه ها نترسید چی بخونید، چی کار کنید. نقشه راه رو اونجا کامل تر از اینم بهتون گفتم. در هر صورت لب مطلب اینه که اصلا توربو تا که انتخاب نکردید اشکال نداره، چون یه منبعش استا رفته است، همه اینا که گفتم و توش داره، خب یه چیز خیلی خوبه. یعنی من صد خودم رو گذاشتم، عشق گذاشتم پشتش و هرچی بلد نبودم و بودم من و ساقل زاده گفتیم. این شکلیه، دوست داشتید اون، دوست نداشتید هر چیزی که عشقتون میگشه خودلی ببینید چی دوست داری. اصلا کتاب بخون ولی حواست هم باشه. حالا راجع به کتاب خوندن خیلی ویدیو جدا باید بسازم. اگه سوالی هم دارید میتونید بپرسید توی کامنت، من یه ویدیو واسش میسازم. حتما کانال انگلیش شبو رو سابسکرایب کنید، پیج اینستاگراممون هست انگلیش شبو، هم سایتمون انگلیش شبو، همه چی انگلیش شبو هستش. و خلاصه توربوی انگلیسی یاد بگیرید، این باورهای غلط رو بریز دور. تو میتونی انگلیسی صحبت کنی فقط